چند سال قبل از این من توصیه های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، شاید نمیدونم حالا 10 ساله یا بیشتره. استقبال هم کردن، اما خب اگر عمل میکردن دیگه این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه ها و همه دستگاه ها و همه ذهن ها رو پر کرده پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم دچار این حوادث میشیم. اگر با فساد مبارزه بشود دیگه این چند هزار یا هرچه میلیارد سوء استفاده ای که افرادی بیان بکنن دیگه پیش نمیاد. وقتی عمل نمی کنیم خب پیش میاد، ذهن مردم رو مشغول میکنه، دل مردم رو مشغول میکنه، دل آدم ها رو میشکنه. چقدر تو این کشور از بروز یک چنین فسادی دلها ناراحت میشه، چقدر آدم ها امیدشون رو از دست میدن. این سزاواره؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. اگر از همون وقت که گفته شد فساد ریشه دار می شود، ریشه پیدا می کنه، شاخ و برگ پیدا می کنه، کندنش مشکل می شه هرچه که بگذره، اینا گفته شد، اینا تأکید شد. سرمایه گذار پاک دامن و صادق رو مأیوس می کنه، اینا همه بیان شد. اگر عمل می شد مبتلا به این مسائل نمی شدیم، حالا مبتلا شدیم. خب البته حالا هم من اینو عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، خوشبختانه مسئولین کشور در هر سه قوه هم با این حادثه هم انشالله با حوادث دیگر مبارزه می کنن و پیشگیری می کنن، باید هم بکنن، وظیفه شون هست که باید مقابله کنن، مبارزه کنن، دارن هر سه قوه دارن تلاش می کنن. یه عده از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار میکنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن. عاقلانه، مدبرانه، قوی، با دقت دنبال کنن قضایا را. دیگه جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی ها لازمه دیگه، همینطور هی ادامه دادن، به خصوص که اگر بعضی هم بخوان در این بین استفاده های دیگری از این مسائل بکنن که هیچ مصلحت نیست، مراقبت باید بشود. البته مسئولین دنبال بکنن، مردم هم بدانن که این چیزها دنبال میشه و متوقف نمیشه و انشالله دستهای خائن قطع خواهد شد به توفیق الهی، و خبررسانی هم بکنن مسئولین قضایی که به حمدالله حالا دنبال این مسئله رو با جدیت گرفتن، اطلاع رسانی کنن در موارد خود به مردم اطلاع بدن، مردم بدانن که داره کار پیش میره و به بدکاره و خرابکار و مفسد هم ترحم نباید بکنن.